با سلام گرم و صمیمانه به شما بینندگان گرامی، من سیما بهاری با همکارم هرمز رها از برنامه نگاه روز در خدمتون هستیم و مهمون عزیزی رو دعوت کردیم در این برنامه تا در مورد یک موضوع مهم با ایشون صحبت بکنیم. گفته میشه که جمهوری اسلامی روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که در دیداری که با مقامات وزارت خارجه‌اش با مقامات اقلیم کردستان عراق داشتن، توافقنامه‌ای رو امضا کردن مبنی بر اینکه زندانیان ایرانی که در عراق زندان هستند به ایران تحویل داده بشن. پیرامون این موضوع با نسان نودینیان به گفتگو میشینیم. با ما باشید. سلام میکنم به شما نسان نودینیان، به برنامه نگاه روز خوش اومدید. منم خدمت شما همکار گرامیتون هرمز رها و بینندگان عزیز سلام. اینجوری هستش که در کشور عراق تعدادی از ایرانیانی که اونجا به هر حال یا فعالیت میکنن، کار میکنن، هرچی، دستگیر شدن و در زندان هستن. این توافقنامه که من ازش اسم بردم و راجبی صحبت قراره بکنیم، اینو خواهان هست که این زندانیا برگردونده بشن به ایران. خوبه که اول برای اینکه شنوندگانمون کم و بیش در جریان بیشتر قرار بگیرن یه مقدار توضیح بدیم کلن این خبر مبناش چی هست. مبنای این خبر از قرار معلوم قبلا توافقنامه بین اقلیم کردستان و دولت جمهوری اسلامی امضا شده. بر این اساس در سفر اخیری که حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران به مناطق اقلیم کردستان داشته، با وزیر داخله اقلیم کردستان صحبت کرده و در این سفر اولین بحثی که مطرح شده این بوده که به زودی و تا چند روز آینده مجموعه و تعداد کسایی که ایرانی هستند و در زندانهای اقلیم کردستان هستند به جمهوری اسلامی تحویل داده بشن. و اساساً بحث اینه که این سیاست در راستای چه امکانات و همکاری هایی که بین این اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی عملی میشه و تبعات و تأثیرات مخرب و تراژدی انسانی که به اصطلاح در شرف وقوع با تحویل دادن این افراد به چه شکل انجام میگیره. بله، خب موضوعی که مطرح میکنه خود قشقاوی مسئله مبارزه با تروریسم رو هر دو طرف البته ادعا میکنن. این ادعا رو چجوری میشه تعریف کرد؟ این ادعا رو هر کی بشنوه خنده داره، مسخره است، مایه مزاح و خنده است، به دلیل اینکه با سرنگونی جمهوری اسلامی، با سرنگونی صدام حسین جمهوری اسلامی یک پای جدی بحرانی بوده که در عراق تا به امروز وجود داره و طرف اصلی تروریسم داخل عراق. در نتیجه اگه کسی بخواد اینو معنی بکنه بایستی بگه اقلام و کارهای تروریستیه که جمهوری اسلامی در عراق و در اقلیم کردستان انجام داده چند تا بوده و اخیراً مدتی قبل خودشون از عناصر و وکلای داخل کردستان عراق علنی کرده بودند که بیشتر از 120 نفر با همکاری اینا و از اپوزیسیون و فعالین سیاسی در طول چند سال گذشته ترور شدند. تروریسم یعنی همین، نه اینکه این دو نفر بشینن و اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی بشینن و در مورد تروریسم صحبت بکنن. البته ما میدونیم در شرایط کنونی مسئله تروریسم رو اینا به این اعتبار به کار میبرن که جمهوری اسلامی میخواد از این طریق علیه داعش و نیروهای داعش در کردستان عراق و در عراق به اصطلاح بیسته و چون خطر جدیه برای خود جمهوری اسلامی و ایران و اینو اسم گذاشتن تروریسم. وگرنه مسئله تروریسم و مبارزه با تروریسم، مبارزه با تروریسم بایستی مبارزه با جمهوری اسلامی و اقدامات مشترکی که اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی تو این زمین انجام میدن مورد بحث باشه. البته نیچروان با رزانی نخست وزیر اقلیم کردستان یه مقدار پاشو فراتر گذاشته، به همین مسئله مبارزه با تروریسم و غیره بسنده نکرده و گفته همکاری های بیشتر، قول همکاری های بیشتر با جمهوری اسلامی. تفسیر این همکاری های بیشتر رو
دوست دارم از زبان شما بشنوم اینم خب این میتونه چی همکاری های باشه. بیشتر که همچنان که گفتم با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و عراق به طور کلی و در اقلیم کردستان وجود داشته. مرز مشترک ایران و عراق بیشتر از 1400 کیلومتر طول مرزی ایران و عراق بیشترین طول مرزیه که همسایه های ایران با این کشور داره. با افغانستان، پاکستان خیلی کمتره. با عراق بیشتر از 1400 کیلومتر مرز مشترک است. از سالهای گذشته به دلیل مناسبات تجاری و اقتصادی و فعالیتهایی که تو این مرزها انجام میشه، دولتهای مختلف به ویژه از بند مافیای اقتصادی احمدی نژاد شروع شد و اونجا کانونهای مافیایی پول و اقتصاد و تجارت شروع شد و ایران نفع خیلی زیادی تو این زمینه میکنه و سالها بیشتر از 700 تا 800 میلیارد دلار نفع تجاری داره در مرزها. و رئیس اقلیم کردستان نیچروان بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان بالاخره میدونن که این همکاری ها در مرزها هست، البته به قیمت از دست دادن جان ده ها و صدها کارگر کولبر در اون مرزها. سپاه پاسداران میلیشیای اقتصادی و مافیای اقتصادی خودش رو مستقر کرده، پولای کلانی به جیبشون میریزن و از طرف دیگر ما شاهدیم که در حداقل چند ماه گذشته و یک سال گذشته قاسم سلیمانی یکی از فرمانده های مزدور و مشهور جمهوری اسلامی مرتباً در کردستان عراق و در عراق بوده و در عملیات های نظامی اینا را کمک کردن. جمهوری اسلامی طرف اصلی نجات دولت مالکی وقت در بحرانی که بود که در سال 93 بود و در بحران داخلی اتحادیه میهنی طرف اصلی بود، نقشه راه درست کردن و سازماندهی مجدد این اتحادیه میهنی حزب وابسته به جلال طالبانی و جمهوری اسلامی ریخت. و توی این زمینه ها معلومه پای و طرف اصلی رابطه جمهوری اسلامی با احزاب کردی و اقلیم کردستان و دولت مرکزی همیشه مشخص بوده و این به قیمت فشار اقتصادی و گرانی و تورم و اقتصاد ویرانی که در ایران هست میلیاردها دلار در اینجا صرف شده. بله. و این رابطه به این دلیل مرتباً بین اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی و دولت مرکزی وجود داشته و مرتباً رو به گسترش هم بوده. نسان نودینیان، ما فرصت خیلی زیادی نداریم و دو نکته هستش که به نظر من اهمیت داره و خوبه که بهش بپردازیم. یکی این که اگر دراز مدت به این مسئله نگاه بکنیم، چه خطرات احتمالی اپوزیسیونی که توی خاک عراق هستن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو منظورمه، تهدید میکنه؟ و مسئله اساسی تر این هستش که خونسا کردن این سیاست چه وظیفه رو روی دوش ماها میذاره، روی دوش مردم میذاره. اینکه میگم خونسا کردن به خاطر اینکه حتما این حرکت یک باستابی روی زندگی مردم داره، روی زندگی کارگرای مهاجر، افرادی که به هر حال دارن نون میخورن از یه طریقی. شما به کارگرای کولبر و اینا اشاره کردید، کلن روی این مسائل چجوری میتونه تاثیر بذاره و چجوری میشه خونساش کرد؟ مسئله اصلی ما در این گفتگو و کلن اقداماتی که حزب ما، حزب کمونیست کارگری از دیروز شروع کرده، اینه که این سیاست ضد انسانی اقلیم کردستان و موافقت نامه‌ای که بین اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی به امضا رسیده اینو خونسا بکنیم و نگذاریم این به اساس تراژدی انسانی عملی بشه. در کردستان عراق تعداد زیادی، هزاران نفر کارگر مهاجر رفت و آمد می کنند، دنبال کارن، وابسته به شرکت های مختلفی هستند و این کارگرای مهاجر. تعداد زیادی یا شاید بگم صدها نفر از سیاسیون ایرانی، اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی به دلیل عدم امنیتی جانی، به دلیل اینکه جانشون در خطر بوده، در معرض خطرات جدی امنیتی بودن، زندگی دومشون رو به ناچار در شهرهای کردستان عراق انتخاب کردن و ادامه میدن. و از طرف دیگر همین الان بیشتر از 400 نفر، خودشون میگن 440 نفر و شاید بیشتر، از کسای ایرانیایی که
در کردستان عراق هستند دستگیر شدند و جرم میگن به اصطلاح جرم تعداد زیادی از این دستگیر شده ها که در زندان ها هستند فروش مواد مخدره. در نتیجه این موافقتنامه ای که امضا شده این تراژدی انسانی رو به همراه داره. به ما هستی بذاریم این عملی بشه، به دلیل که اگر این بیشتر از 400 نفر رو تحویل جمهوری اسلامی بدن تعداد اعدام ها در ایران بیشتر میشه. ما امروز شاهدیم در همین ماه خرداد که هنوز چند روزی به پایان ماه خرداد مونده بیشتر از 120 نفر و بیشتر هم اعدام شدن، به همین دلایل اعدام شدن. چوبه های دار در ایران و حلق‌آویز کردن جوانان و مردم در ایران گرم. جمهوری اسلامی با این سیاست میخواد به بقای خودش ادامه بده. بردن و عملی کردن این موافقتنامه به نظر من این تراژدی انسانی رو داره. خارج از اینا بایستی هوشیارانه برخورد کرد با هر اعتصاب، با هر اعتراضی که کارگرای مهاجر بکنن، با هر نارضایتی بکنن و اینا رو دستگیر بکنن، به طبق همین موافقتنامه میتونن به ایران اینا رو بفرستن. هم اعتصاب و هم اعتراض و حقوق کارگرها رو ازشون سلب کردن، هم امنیت جانیشون رو به خطر انداختن. و مسئله مهمتر به نظر من الان زندگی دوم تعداد زیادی از ایرانیان سیاسیونی که مخالف جمهوری اسلامی بودن به دلیل فعالیت‌های مختلفی با احزاب مختلفی که داشتن زندگیشون رو در عراق، در شهرهای کرکوک، سلیمانیه، اربیل و جاهای دیگر انتخاب کردند. و اگر این موافقتنامه عملی بشه و این سیاست شوم و جنایتکارانه به اجرا در بیاد و اینا را تحویل بدن، حتما خطر جانی برای این افرادم وجود داره و این تراژدی انسانیه. و بحث ما اینه که بایستی جلو این سیاست رو گرفت، بایستی خانواده کسایی که همین الان در زندان‌های اقلیم کردستان هستند، همین 400 نفر و یا بیشتر در زندان هستند، خانواده‌هاشون اقدام بکنند، به عراق سفر بکنند، یا اگر اونجا هستند فراخوان بدن، یخه تمام اپوزیسیون احزاب اپوزیسیون ایرانی رو بگیرن و تشویق بکنن و فراخوان بدن که اعتراضات جمعی در شهرها برگزار بشه و نگذارن این فرزندانشون به ایران تحویل داده بشه. تحویل از زندان اقلیم کردستان به زندان جمهوری اسلامی اگه مرگ نباشه کمتر نیست و زندگی اینها به تباهی میره. این یه مسئله مهمیه. با اقدامات اعتراضی، با جلب توجه کردن افکار عمومی و تشویق مردم شهرهای کردستان عراق که همیشه اگر خوب کار شده یه نیروی انسانی متمدن و دفاع از انسانیت و کرامت در اون شهرها وجود داره میتونه بسیج بشه و جلوگیری بکنه. بله. از این سیاست شوم و تروریستی که جمهوری اسلامی داره عملی میکنه. مسئله مهم با این موافقتنامه و حسن و سفر حسن قشقاوی به کردستان عراق همینه و باعث جلو این سیاست رو گرفت، وگرنه در طول چند سال گذشته جمهوری اسلامی طرف اصلی بوده در کردستان عراق، در تقویت تروریسم اسلام سیاسی، در تقویت باندهای تروریستی در عراق و در کردستان. این مسئله متفاوت‌تره به این دلیل که جان انسان‌ها در خطرن. همونایی که اون تعداد آدمایی که در زندان‌ها هستن و اون تعداد و هزاران و صدها کارگر مهاجر و زندانی سیاسی و سیاسیونی که اپوزیسیونی که در کردستان عراق هستند. بایستی به نظر من این مسئله کاملا هوشیارانه آگاهانه برخورد کرد، کمپین را انداخت، افکار عمومی رو متوجه این مسئله کرد، مردم شهرهای ایران رو متوجه این مسئله کرد و اعتراضات وسیعی را انداخت. حداقل مردم میتونن در شهرهای سلیمانیه و کرکوک این اقدامات رو انجام بدن. خیلی متشکر از شما نصار نودینیان، به خاطر اینکه وقتمون یه مقدار من گذاشتم که یه کمی بیشتر از 10 دقیقه بشه، ولی معمولا برنامه های نگاه روزمون یه مقدار کوتاست. به هر حال ممنونم از شما، خیلی متشکرم ازتون که در برنامه‌مون شرکت کردین. و با تشکر از شما بینندگان گرامی که با ما همراه بودید، امیدوارم بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارانم هرمز رها و محمد شکوهی در بخش تهیه کنندگی برنامه برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. سربلند باشید.